Guys, how's it going? This is live number 18, and I'm so happy to be here. How's everything? Hello, hi, salam, hi. Missed you so much, guys. Long time no see. واقعا long time no see. Hi. Man, I'm great. What about you? Is everything good? میبینم که خیلی وقت لایو نداشتیم. So, long time no see. سلام. خب حالا قبل اینکه بچه‌ها کم کم جوین بشن بگم که اینجا سورپرایز داریم. این لایو واسهتون یه سورپرایز دارم و اینکه هی و اینکه یه سورپرایز خیلی خوب داریم واسه انگلیسی امروز. یه مهمون داریم، می‌خوایم با هم درس بدیم. درس امروز خیلی مهمه. می‌خوایم کاربردهای وود رو بهتون بگیم. یعنی انقدر این کاربردهای وود مهمه، بعد همش یه جا نیستش بخواید یه جا دیگه یاد بگیرید. اینجا الان همه رو توربایی بهتون میخوایم درس بدیم. خیلی خیلی مهمه اینی که دارم میگم. سورپرایز. سلام، شبتون بخیر. سلام، خوب هستین؟ مرسی، خسته نباشین. شبتون هم بخیر. شب شما و توربویی ها. اومدین، متشکرم. خب بچه‌ها، ممنونم. استاد تشریف آوردن و میخوایم انواع و اقسام کاربردهای وود رو بهتون درس بدیم. البته امشب دیگه استاد مهمون ما هن و استاد بخوان بیشترش رو بگن. خب بریم که سریع شروع کنیم. استاد، ما یه هفته ای میشه گفت نبودیم و میخوایم عوضش این لایو عوض بهتر کنیم. آره دقیقا. okay. خب بچه ها در جریان هستن چقدر واقعا سر همگی بچه ها کلن سر کل تیم شلوغ و مشغول پروژه مختلف و هر روز سورپرایز جدید. بخاطر همین بعضی موقع خودمون عادت کردیم. آره آره واقعا عادت ندارم. اتفاقا خیلی از بچه ها اونایی که خیلی وقت از یعنی چندین سال تور برو دنبال میکنم میدونن که هر روز باید منتظر سورپرایز جدید باشن. یعنی امروزمون شبیه دیروزمون نیست، یعنی خودمون سورپرایز میشیم چه برسه به بچه‌ها. خودمون هم سورپرایز میشیم واقعا. مثلا یه دکتر ایده میدن، ما خودمون سورپرایز میشیم. خب خیلی هم عالی، بریم. Let's start. بریم. You go خب first. اوکی. همونطور که گفتید قرار راجع به کاربرد وود صحبت کنیم. منتها قبلش تو بچه‌ها هستن من راجع به این سلام هواپرسی صحبت کنم، چون حس می‌کنم بچه‌ها یکیشون جدیدن، یعنی شاید اولین بار تو این لایو دارن شرکت می‌کنن یا اصلا کلا پست قبلی ما رو ندیدن، استوری ها رو ندیدن. من بهتون بگم که موقع هواپرسی خب از عبارات خیلی مختلفی استفاده میشه. یه دونش متاسفانه آر یو اوکی هستش که خب هنوزم بچه‌ها استفاده می‌کنن. ببین بچه‌ها، این ماجرای آر یو اوکی وقتی که میخوایم سلام و احوال پرسی کنیم استفاده نمیشه. آر یو اوکی یعنی طوریت نشده، چیزی نشده. یعنی مثلا شما که مثلا وارد لایو میشید و مثلا از استاد میپرسید آر یو اوکی، یعنی که چیزی نشده، طوریت نشده. خب موقع سلام و احوال پرسی خب از عباراتی استفاده میکنیم که دبیرستان هم یاد گرفتیم که قطعا توی کلاس مختلف بهتون گفته شده. How are you? How is it going? یا how are you doing؟ یه همچین چیزایی. اوکی، پس برای احوال پرسی اینا رو میپرسیم. How are you? How is it going? How are you going? Okay. یه چیزی مثل Are you okay اونجا استفاده نمیشه. Are you okay زمانی استفاده میشه برای مثلا طرف زمین خورده باشه. Are you okay؟ این از این. بعد اگه موافق باشی بریم کاربرده بود و با هم مرور کنیم. چهار تا کاربرد خیلی Okay. Let's get started. چهار تا کاربرد خیلی اصلی داره. اگه موافق باشید دو تا شو من میگم، حالا دو تا شامله تقسیم کنیم. دو تا شو من میگم، دو تا شما بگید. من فقط من متکلم بحث نباشم. من کار برش that was a new like Farsi word I just learned. That was a new phrase. آره. Yeah. متکلم وحده. آره دیگه، من تنها individual speaker باشم اینجا. میبینید اینا میگید شما میگید من بعدیشو میگم، بعد اون که گفتید من اونی که مونده رو میگم. آره من لیست میکنم، حالا هر کدومش دوستش رو پیک کنی. ببینید یکی از کاربردهای وود اینه که شما وقتی که میخواد از یک شخصی یه درخواست رسمی، درخواست مؤدبانه کن از وود استفاده میکنید. من فارسی رو میگم، حالا بعدا شما یه سوالی بدید.
برای مثال میشه لطفا در رو باز کنید، میشه لطفا در رو ببندید، میشه لطفا اینجا رو تمیز کنید، میشه اصلا لطفا خودتون رو معرفی کنید، میشه لطفا این کار رو انجام بدید، میشه لطفا اون کار رو انجام ندید. یه کاربردش اینه، یه کاربردش هم که میام حالا من در حقیقت اشاره دارم بهش میکنم، زحمت توضیحات اینه با شما اون دو تا بعدیش با من. یه دونم که به جای want to استفاده میشه دیگه، یعنی من مایلم کاری رو انجام بدم، فرقش با want to هم که خب رسمی‌تر از میگه که یا چه کاری مایلید انجام بدید، کجا مایلید برید و چه چیزی مالید الان بنوشید. همین چیزایی. دو تا کاربرد دیگه هم داره که تو حالت بالانسه که من توضیحش میدم. مطمئنن این ساختار بچه ها هیچ کجا نشوندن مگر توی گرامر با پانتومیم و توربو تاک، غیر از این به این شکل هیچ کجای دنیا توضیح داده نشده که من یه اشاره بهش میکنم. یه ماجرای دیگه هم داره که من راستش از صبح تا الان دارم به خودم کلنجار میدم که اصلا بگم یا نگم، چون بسیار این مسئله به نظرم هیچ کدوم از اینا رو نگی ولی اون آخریو بگیم. اون میدونی قضیه خیلی خیلی قضیه متعصبه، من خیلی دور این داستان روی ماجرای که گرامر با پانتومیم خیلی متاسفم و با این که روی توربو تاک هم متاسفم، اما این نکته رو تو توربو تاک هم نگفتم واقعا، اینقدر این نکته خیلی نه این توربویی فقط تو گرامر با بالا باور کن که فقط اینو من توی گرامر با پانتومیم گفتم. خیلی واقعا خیلی خفنه، خیلی خفنه. حالا بگیم امشب بگیمش. من به بچه ها استاد همه چیز رو میگم، مثلا جلسه اول، حالا الان جلسه 18 ممونه، ما 17 جلسه لایف داشتیم با هم و تو جلسه اول مثلا اومدم احوال پرسی هایی که حالا مثال زدین گفتم و اومدم کل 0% احوال پرسی، نمیدونم گریتینگ، هلو، حتی انواع گود بای ها، یا مثلا به آب و هوا رسیدیم، به فصل ها رسیدیم، آب و هواشون هم گفتم. بچه ها همه چیز رو میگیم و واقعا هم درس میخونن، مثلا سوال میپرسن و اینجور چیزا، حتما بگیم. یعنی خوشبال بچه ها شده دیگه. آره، ولی انقدر سرمون شلوغ شده بعضی موقع دیگه میخوام به خودشون هم گفتم بعضی موقع ها مثلا نتونستم ساعت 9 جوینش، الان با لباس بیرون نشستم، you see، and بعضی موقع نتونستم جوین شم، مثلا ویدیوشو میگیرم آپلود میکنم نگاه کنیم، یا ایجی تیوی میکنم، بله، یوتیوب میذارم، اینجوری داریم جلو میریم، ولی دوست ندارم. این واقعا اون حس مسئولیت پذیری و تعهد شما رو نشون میده. من از قول خودم بعضی موقع شما بریم، what do you think، میشه بحث رو عوض کنیم؟ من میترسم نره سم میدونی که من نه واقعا من خب این ورکشاپ های آیلتس رو دارم، در واقع اونا یه مدار که چرس من خیلی درگیر کرده تا من یه جوری مشغول کرده که آره حتما بابت آره واقعا تیک ما یه دوره‌ای داریم به اسم تیک که برای بچه هایی که میخوان آزمون آیلتس رو بدن طراحی شده، روی هر چهار تا مهارت کار میشه، علاوه بر اون عرض کنم که روی جنرال بچه‌ها کار میشه، یعنی 10 جلسه بچه‌ها فقط روی اسپیکینگشون کار میکنن و 10 جلسه هم روی گرامرشون کار میکنن و نمیدونم از بچه‌های تیک اینجا باشن یا نه. برای مثال من جلسه آخر تیکم دیشب پریشب بود، یادم نمیاد، دیدن بچه‌ها من تو یک جلسه دیدن، حالا ما کامنت رو باز کنیم، بچه‌ای که تو تیک من ازش خواهش میکنم یا بچه‌ای که بچه‌ای که میپرسن، خب تو لایو هستن میپرسن، توضیح بدید اینجایید حتما. من از بچه ها خواهش میکنم، بچه هایی که دارن لایو رو تماشا میکنن یا بچه هایی که این لایو رو تماشا خواهند کرد و تو ثبت نام کردن، یعنی شرکت کردن، تایید کنن این حرف رو که دیدن بچه ها تو یک جلسه دیشب که من فقط تو یک جلسه با گرامرشون کاری کردم، فقط با تو یک جلسه من گرامر اینا رو مثلا از نمره 4.5 رسوندم به 7.5. هیچ در واقع خب دیگه بچه تیک میگن. یه مثال کوچولو بزن بچه های ما، منم بدونن دیگه. ببین من طبق روال میدونی که کانسپت توربو رو که میدونید دیگه، شما بهتر سهم بدید. کانسپت توربو اینه که آقا شما باید اول به فارسی مسلط باشی، یعنی یک سری اتفاقات توی فارسی بیفته و اگه اون اتفاقات توی فارسی بیفته انگلیسی اصلا رحمتی نداره، انگلیسی همه بلدن، مشکل بنگیره تو فارسی. من تو همون یک جلسه خب یک سری تغییرات توی فارسی بچه‌ها میدم و انگلیسی اینا میشه واو. من بهشون گفتم جملاتی رو که خود بچه ها میزدن بدون کمک من، جملاتی که خود بچه ها میساختن بدون کمک من قشنگ نمیگن. ببین ما توی فارسی صفتمون قابل اندازه گیری هستن دیگه، خوب، خیلی خوب، عالی، بی نقص، یعنی مثلا good, better, great, perfect. perfect یعنی بی نقص دیگه. جملاتی که بچه ها داشتن میساختن در حد مثلا آیلتس 9 بود، واقعا perfect بود، نمیگم great بود، perfect یعنی نقص نداشت. هیچ تغییری نمیشه تو این جملاتی که بچه‌ها دیشب داشتن میساختن ایجاد کرد که جمله اونا بهتر از اون بشه، نه اصلا نداشتیم. من اتفاق فقط توی جلسه افتاد، حالا میگم بچه‌ها چیک خوش میاد توضیح میدن. خیلی ما راجع به بود صحبت کنیم، حالا من شاید یه چند تا از اون
طلوع سرنخ‌ها رو بچه‌ها تو همین لایو بدم. بریم شروع کنیم. شما از دوستان شما بچه شروع های ما رو دیگه استاد دیگه دیگه بچه‌ها باید تو زحمت بکشن تو لایو باشن که از مطلب استفاده کنن. خب بریم شروع کنیم. من زیاد صحبت کردم. You go first. You know, I did a great deal of talking. It's your turn. Okay, the ball is so, in your court. My turn. Okay. So, بچه همونجور که دیدین Wood مطمئنم که واسه تون تا حالا سوال پیش اومده. شاید پراکنده بلد باشید که خب کجا استفاده میشه. یا خیلی حتی استاد باور دارن خیلی ها باور دارن که گذشته ویله حتی. و نمیدونن حتی کجا استفاده کنن. خیلی 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 این مشکل هستش. الان تفکیک میکنیم و بهتون با مثال کامل توضیح میدیم. همونجوری که از با ترتیب استاد بریم جلو، وود میتونم خیلی خودمونی بگم یک کوچولو آدمو مؤدب میکنه، واسه همینه که به عنوان خواهش استفاده میشه. Would you do something for me؟ مثال اینه که زدن استاد گفتن میشه لطفا این کار رو انجام بدی؟ Would you do something؟ و جزء افعال مدال دیگه. یه دور خیلی کوچولو قبلا بچه ها گفته بودم که خاصیت افعال مدال اینه که فعل بعدشون ساده میاد. افعال مدال چی هن؟ شلو، شود، ویلو، وود و ماس هست، کنکود و می و مایت. بعد اینا فعل به صورت ساده میاد و خب همجور که میبینید وود هم جزء اینا هستش. واسه همینه نمیگم would you مثلا closed یا closing یا هر چیز دیگه. خواهش میکنن، واسه همینه که میرن تو رستوران میگن what would you like to order، یعنی چی میخواید. یعنی یک و دو رو با هم قاطی کردن و جای want to استفاده میشه و حالت یه حالت خیلی با ادبی داره. what would you like to order، what do you want to order، و اون ادبی که به شما میده. فعلا بچه هم ساده میاد. حالا یه نکته کوچولو هم میگم تو پرانتز، اولا مثال بزنم چند تا. میشه مثلا با هم صحبت کنی؟ میشه پنجره ببندی؟ یه حالت خواهشی داره. Would you do it for me? Would you sacrifice yourself? Would you, you know, tell her? یه حالت این شکلی داره. یه حالت would you mind هم داریم که خیلی تو مصاحبه ها فکر میکنم مثلا شما الینشو رو ببینید خیلی استفاده میشه چون حالت مؤدبی داره، طرف سوال میپرسه. این شکلی میشه. اشکالی نداره که این حالت ادبو داره، درست میگم؟ اشکالی نداره که یعنی مؤدب حتما خود دقیقاً به قول شما مؤدبانه تر از اون حالت قبلی هم هست. میشه لطفاً would you please do it for me، میشه لطفاً خواهشم قدم راه would you mind doing something for me. فرق دارن، جواباش قشنگ فرق داره و اگه ندونیم خیلی بد میشه. اینش هم میشه اشکالی نداره یه کاری انجام بدیم. خب تو جوابش باید چی بگیم؟ منفی بگیم دیگه. بگیم خب نه اشکالی نداره، خواهش میکنم، چه زحمتی نیستی، همچین چیزایی دیگه. بچه ها میگن yes. یعنی در حقیقت در جواب would you mind doing something for me باید بگیم of course not، درسته؟ of course not یا why not، معلومه که انجام میدم. انجام میدم. چشم، somebody texted me، you got it. معلومه که انجام میدم. خب یه همچین چیزایی. مثال، آها، بعد دیدین would you mind doing something، بعدش ing میاد، این mind بود حالت ساده، گفتیم would you do something. اوکی، حتی شی هم باشه همونه دیگه. و اینکه would you mind مثلا، مشکلی نداره، زحمتت نیست، اشکالی نداره خودتو معرفی کنی، یعنی خیلی دیگه ادب داره. would you mind introducing yourself، بعد مثلا حالا استاد یا هر کسی هم باشه میگن of course not، مثلا I'm fine، یا حالا هرچی، یا would you mind helping me out، به دادم برسی، of course not. پس این سه تا از نکته های خیلی ریز که هم ادب میدم بهتون، هم جای want to استفاده میشه، هم اگه جای گیر کردید یکی رو درواسی این چیز داشتی، یا اصلا اینکه ازتون پرسید بدونید چیه. خب would you mind doing something، okay؟ که حالت اشکالی نداره و جوابش باید منفی باشه، چون شما میگید معلومه که اشکال نداره. من کاربردهای خیلی 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 سادهش رو گفتم، بعد با استاد کاربردهای سختش رو گذاشتم بگن که استاد امشب مهمان هستم بیشتر صحبت کنم. فقط قبل اینکه شروع کنیم بچه ها، همین الان تو همین پیج انگلیش توربو ما پست گذاشتیم، قبل اینکه استاد شروع کنم میخوام تعداد آدم‌های توی لایو صفر شه و برید پست و کامنت بذارید، لایک کنید، یه نگاهی هم بهش بندازید و دوباره بیاید استاد ادامه بدن. خوبه؟ پس منم برم برگردم یا منم باشم؟ نه دیگه شما باشید. نه پست کریسمس رو ندیدید ادیت آخرشو؟ وای بچه نه آخر شد الان ببینم بوخس کردم. پس منم برم برگردم، میخوام منم برم برگردم که مطمئن باشم هیچ کس خراب میشه. نه
با این گوشی دیگه ببین دو ساعت. کسی نیست کافه؟ من هیچ. چرا بچه‌ها هستن؟ تو کلاس چرا کلاس دارن بچه‌ها؟ کلاس دارن. اینقدر قشنگ شد. خب من منتظر میشم. این عدد صفر شه. برید پستو ببینید. لایک کنید. بیاید دو تا کاربرد سختای وودو بگیم. دیل؟ لطفاً. آها بچه ها دارن میرن. برید. اصلا کاملا مشخصه، فکر کنم بچه ها گوش نکردن. میخوایم ما هم بریم که نه بچه ها دارن میرن. نگاه تعدادو میبینید شما؟ معلا فکر کنم نه انقدر بچه ها ساپورتیو هم به خدا طولایی منقدر هر حرف من شما دارید بیاد عدد میکنید دستت انقدر بچه ها ساپورتیو هم انقدر ساپورت میکنن. نه الان آقا این من باش دادم دل let's wait and watch خوبه. Yeah, see. تو بچه ها میرن میاد؟ آره درست میگین. آره بچه ها کامنت بذارید، اصلاحی میکنم وسط حرف دو، کامنت بذارید که از لایف اومدید، من دارم بعدم بخونم ببینم کیاییم. خب کامنت بذارید فلانی هستم الان از وسط لایف اومدم مثلا این پست کریسمس رو ببینم و میخوام برم مثلا کاربردهای بودو یاد بگیرم. کامنت بذارید که از لایف اومدید، من برم بعدم بخونم ذوق کنم بفهمم کیا به حرفم گوش دادن. اصلا جایزه بدیم بهشون، اونایی که انقدر فیتفول هستن، انقدر وفادار هستن. بعد میرم به کامنت ها هم جایزه میدم، اونایی که کامنت با نمک گذاشته. تازه کلاه کریسمس گذاشتم، کلاه بابا نوئل گذاشتم، انقدر پست چیز خفنه. جالب بود. خب گو اهد. داشتم این فیلم کردم که اون درسایی که دادین تا الان داشتم زیر در درس که دادن داشتم، میخواد یه قسمتش از من بپرسین اصلا من بلدم یا نه، مثلا من بچه‌هام چطوره، هم از من بپرسید من جواب بدم. میتو همین که برای بچه های مروری بشه خوبه، همین کار برن بیان چه. آره باش. بچه ها جایزه بدیم. نه جایزه میدم من، هر کسی که کامنتش با نمک باشه بنویسه از لایف اومدم و کامنتش با نمک باشه جایزه از دوره های خودمون میدم. اصلا وسط لایف اکسپرس بودم چند روز پیش، بچه ها اینقدر پیشرفت کرده بودن از شدت ذوقم پک کلاس خصوصی بهشون جایزه دادم توی لایف اکسپرس. 10 جلسه رایگان خصوصی بهشون دادم. بچه اکسپرسمون که پیشرفت میکنن، ما هم سعی میکنیم اینجوری بهشون انگیزه بدیم. من داستان این شده یهو ذوق کردم. خب دیگه برید یه 2 دقیقه وقت دارید، برید تو هم پست انگلیش رو پست آخر کریسمس رو کامنت بذارید، لایک بکنید، کامنت بذارید که از لایو اومدید. بیاید 2 دقیقه دیگه شروع میکنیم. فیکس 2 دقیقه دیگه. I would recommend leaving this live video, ending this and then connecting back in. What do you think? Yeah. پس لیف کنیم یا باشیم همچنان؟ No. We're staying. I don't know, your call. If you want to go, but I'm staying. اصلا عشقش برام یک من عدد رو ببینم که رفتن اومدن، you know? But if you want to go, like, it's okay. بچه دارن کم کم برمیگردن. اصلا تایمای فیلم برداری رو نمیدیم؟ 10 تا 11 ببین من حالا نباید سورپرایز رو لو بدم ولی ایکس بعدم X. آره ایکس میگم. ببین ساعت 10 تا 11 و نیم من اینجوری برنامه چیده شده که 10 تا 11 و نیم اون روزایی که ما فیلم برداری داریم که خب ثابت شده بلا فاصله بعد از اون تایم من با یه خانم ایکس که قطعا بچه‌ها یه سورپرایز جدید برای همه زبانیا. آره نمیگم. 10 تا 11 بگم. ببین 11 و نیم تا 1 یازانیم تا یکی جلسه دارم کاملا منظم و ریگولر برگزار میشه با یکی از کنسل یه خانم ایکتی که بعد سورپرایز برای همه تو گویا دو تا سونیم هم یه سورپرایز دیگه داریم براشون که من دارم روش کار میکنم، روی پروژه دارم کار میکنم. فکر میکنم یک ماه دیگه ما این پروژه رو از این پروژه رونمایی کنیم که اصلا نگم براتون نه دیگه. یک ماه دیگه ما این پروژه رو رام در واقع این پروژه رو رام می‌کنیم و سورپرایز رو می‌کنیم. یه سورپرایز دیگه هم برای بچه‌ها داریم که فکر کنم خیلی زودتر رام بشه، یعنی خیلی زودتر. و من یازانم تا یک روی اون پروژه دارم کار می‌کنم که سورپرایز بعد بیاد. می‌خواستیم چیز بگیریم، ویدیو بگیریم. بچه‌ها داری حرف می‌زنی شما میای دیگه. می‌خواستیم ویدیو بگیریم بعد گفتم که مثلا صبح رو اونجوری بچینیم که مثلا تا 1-2 فیلم برداری توربو تاک تموم شه. بچه‌ها توربو تاک دارم مثلا فیلم برداری می‌کنم. بعد دیگه بقیه روز به کارمون برسیم اونجوری. من ببین کاری که تایمی که من میتونم بدم سه شنبه است در حال حاضر، چون احتمال داره دوباره ما تایمر رو پرش کنیم بزنیم روی آه نه زوج نمیتونم. اوکی بچه‌ها دارن برمیگردن استاد، گو اهد.
ممنون بچه بریم سراغ I love you guys so much. So اون بالانس رو اول بهمون بگید. بچه listen. بریم بالانس رو بگم. من قبل اینکه وارد بالانس بشم اجازه بدید کوچولو یه چیزی یه مسئله دیگر رو توضیح بدم که یه کوچولو از اهمیت کمتری برای خود بچه‌ها میدونن، فقط مرورش کنم بعد بریم سراغ دو تا نکته خفن. یکیش خیلی خفنه، یکیش اصلا دیگه مافوق خفنه که هنوز به این نتیجه نرسیدم بگم یا نگم. حالا خلاص نه میگیم بریم نگیم میگم نه بگیم. یکی از کاربرد های بچه وود اینه که به جای want استفاده میشه و به معنی میل دارمه، میخوام میل دارم. توی فارسی خب تفاوت هست بین من میخوام و من مایلم. میخوام خودمونی تره، مایلم یه کوچولو مؤدبانه تر رسمی تر. برای مثال میخوام آب بخورم یا اصلا میخوام سفارش بدم، I want to order، درسته؟ اما مایلم سفارش بدم، I would like to order، که یه مقدار you sound more formal. Okay, and you sound more polite. اینو مؤدبانه تر رسمی تر به نظر میرسید. خب بچه اینو من نگفته بودم بچه sound به نظر رسیدن formal یعنی یه ذره رسمی تر به نظر میرسید. حالا غیر رسمی بلد دید دیگه informal. آره دیگه. Okay, پس این اینه ها. من چیز میکنم subtitle میدم استاد. مطمئنم که بچه ها این سوال فیکس رو شنیدن دیگه. What would you like to order? What would you like to order? یعنی چی میخواید سفارش بریم؟ این خود رسمی‌تر بخوام ترجمهش کنم میشه چی مایلید که سفارش بریم؟ اصلا چی مایلید که بنوشید؟ What would you like to drink? Yeah, what would you like to eat? Okay, what would you like to have? What would you like to have for breakfast? چی دوست دارید؟ یا چی مایلید سفارش بدید برای نهار؟ چی مایلید سفارش بدید برای شام؟ What would you like to order for breakfast? What would you like to order for lunch? And what would you like to order for dinner? Okay. جوابش چیه؟ I would like to order a hamburger. I would like to order a cup of coffee. این I would like it. I would like to همون I want to که یه مدار اسم تره. Okay. بریم ساختار. بریم قسمت بعدی. شرطی رو شما گفتی؟ شرطی گفتی؟ نه دیگه شرطی رو گذاشتم شما بگین. اگه میخوای من بگم شما خفنه رو بگید. آره شرطه شما بگی برم. آره شرطه شما بگو که من در حقیقت از اون پوینت شرطه استفاده کنم بالانس رو استفاده کنم. من میگمش that's okay. مثلا میخوام cooperative باشیم امشب you know. So بچه‌ها این شرطی ها رو که خب همتون در جریانید که یه ذره درد سر سازه، اون اصلی ها که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم، حالا منهای زیرو ترکیبی شرطی های ترکیبی اینا رو بذاریم کنار، اون سه تا اصلی که میخوایم صحبت کنیم بخشی از درس امشبمون هستش. شرطی نوع یک رو فکر میکنم من استاد تا حدودی تو این 17 قسمت گذشته خودم انگلیسی رو استفاده کردم و به صورت غیر مستقیم به بچه ها گفتم. همون شرط میذاره if، دقیقا همون اونها. شرطی نوع یک حالت فکته، واقعیه، روتینه، زندگیه. اوکی؟ مثلا اگه استاد 9 جوین بشن 9 شروع میکنیم، اگه چه میدونم تلاش کنی رود معلومه دیگه موفق میشی، فردا امتحان دارم مثال معروفش درس بخونی پاس میشی، الان درس بخونی پاس خواهی شد، اون بر ویل میاد. این شکلی شرطی هم یه با شرط شروع میشه، با ایف شروع میشه. ساده آینده، if you study you will pass حالا اگزامتو. خب مثلا if you try so hard you'll be successful، اگه سخت تلاش کنی خوب موفق میشی. خیلی فکته، خیلی آسونه. حالا مثلا شرطی نوع دو یه زمان میاد عقب و کاربردش اینه که حالت انگار دیگه رویا پردازی میکنی، انگار حدسش میزنی، انگار مثلا همین امتحانه رو مثال بزنم قشنگ حس کنید. فکر کن فردا من امتحان دارم، به هم میگی ببین اگه درس بخونی پاس میشی این اگزامتو، if you study you will یا you'll pass. مثلا نخونی پاس نمیشی. If you don't study you won't pass. حله will هم که گفته بودم دو جلسه پیش حول محور آینده روش میچرخه. آره گفته بودم تو اینجا گفتم این توربو تاکا فکر کنم یه اشاره ای کرده بودم. حالا بره گذشته، خب این حال بره گذشته، خب گذشته ساده میشه مثلا if you study، if you studied اگه درس خونده بودی. فکر کنم همین امتحانه رو من درس نخوندم، فردا رفتم سر امتحان، سوالا رو میشینم میبینم یا ای وای اگه درس خونده بودم مثلا میتونستم جواب بدم، در صورتی که چی من نخوندم و یه همچین چیزی. حالا دریمه، انگار غیر واقعیه، آن ریل سیچویشن، داری مثلا با خودت فکر میکنی. if I studied این ویله میشه would، یه زمان میره عقب. I would pass،
حله واسه همینه که سوال های حالت رویایی و حدسی و این شکلی میپرسن اگه پولدار بودی چی کار میکردی؟ واسه اینه که میگن مثلا اگر که این سوال معروفه دیگه، دو مثلا بیلیارد دلار داشتی چی کار میکردی؟ داری فکر میکنی بهش، سوالش این شکلی مثلا if you had هر چقدر پول مثلا like چقدر پول بگم like a lot of money like a lot what would you do؟ مثلا شما فکر میکنید مثلا I would buy an apartment, I would فعلا برش هم ساده میاد دیگه I would go out, I would travel, I would go on a trip, etc. حله پس شرطه نوع یک ساده آینده if you do something something will happen و شرطه نوع دو واقعی نیستش زمانم میان عقب study میشه studied willم میشه would که ثابته حله من خیلی خلاصه بار گفتم چون که خیلی کار داریم و زمانمون هم استاد کم کم دیگه مثلا اگه خیلی تایم داشته باشیم یه ربه این از کاربرد شرطی نوع دو حالا استاد هم مثال بیشتری واسمون بزنید و همین که اون خوشگله گذشته رو بگید okay. یعنی هم الان okay. کاربرد داره هم تمایل رو میگه هم وانتوه هم ادب رو میرسونه هم خیلی رسمی رو میرسونه هم تو شرطی ها همینی که استاد میخوان بگن خدایی یه گرامر قویه اوکی. من اشاره خیلی کوچولویی بکنم به بچه‌ای که توگو تاکو رو دیدن و بچه‌ای که گرمه با پانتومیم دیدن کاملا یقین پیدا کردن و ایمان پیدا کردن به این نکته که اینی که من زبان آموز به زحمت میتونم از ساختارهای زبان انگلیسی استفاده کنم ارتباط چندانی به زبان انگلیسی بچه‌ای توگو تاکو که اگه بودن میتونستن بگن جواب میدادن اینی که من زبان آموز آره حالا کامنتو باز بکن اینی که من زبان آموز به زحمت تقلا میکنم و آخرش هم نمیتونم به این راحتی ساختاری زبان انگلیسی استفاده کنم ارتباط چندانی به خود زبان انگلیسی نداره مستقیم برمیگره به فارسی خب اونجا کاملا توضیح دادم کلی هم مثال زدم حالا یه نمونه شما براتون میگم توی همین ماجرای جملات شرطی که اکثرا زبان آموزه باش مشکل دارن و آگاهی ندارن خب یعنی نمیدونه خبر ندارن که بابا این مشکل داشتن ارتباطی به انگلیسی نره به فارسیه تو همین شرطیه مثال براتون بزنم خب ما فکر میکنیم و خب صحبت میکنیم خب اگه درس بخونی قبول میشی دیگه ما آگاهی نداریم که اگر این جمله فارسیش درست بشه انگلیسیش خود به خود درست میشه یعنی چی ببین اگه درس بخونی موفق خواهی شد اگه من یاد بگیرم این فارسی درست کنم انگلیسیش که خود به خود اونجا هست اوردی اوکی آخه کاربردی نیست تقصیر بچه‌ها هم نیست همین دیگه ما خواهیم رفت میگه همین دیگه دقیقاً به همین خاطر انگلیسیش میس میشه دیگه میگن اف یو مثلا اف یو استادی یو پاس دی اگزام خب مثال این مثال خیلی ساده است پس اینجوری ازش اگه درس بخون اف یو بی مثلا اف در بی ترافیک که بچه‌ها میگه حتما آخرشون هم بگیم پس ما نتیجه میگیریم اگه فارسی من درست کنم انگلیسیش درست میشه اگه درس بخونی در موفق خواهی شد if you study you will succeed if you go I will go اگه تو بری منم خواهم رفت if you go I will go too مثلا اگه جوین بشی من لیو میدم if you join یعنی اگه تو جوین بشی من لیو خواهم داد if you join I will leave اوکی این میشه شرطی نود اول قسمت جالبش میدونید کجاست خیلی خوب دقت کنید اگر تکرار میکنم اگر و اگر و اگر فارسی این درست بشه هم شرطی نوع اول اتوماتیک درست میشه هم شرطی نوع دوم اتوماتیک درست میشه هم شرطی نوع سوم خود به خود سر جای خودش قرار میگیره و میبینید این سه تا ساختار به ظاهر سخت تو انگلیسی وابستن به فارسی من اگه فارسی شو درست انگلیسی شو درست کاری نره پس اگه درس بخونی نیا کن اگه درس بخونی موفق خواهی شد if you study you will succeed همین رو من میکشمش عقب if you studied خب اینم میره عقب you would succeed اما این زمانی درست میشه که will اومده باشه این will زمانی استفاده میشه که من تو فارسی استفاده کنم من میگم مشکل اینه که من زبان آموز خب اینقدر کلنجار میرم با ساختار انگلیسی اصلا به انگلیسی ارتباط خاصی نداره من باید فارسیشو اول درک کنم بریم سراغ این ماجرای بالانس من اول به بچه ها بگم این دنبال این ساختار بالانس توی هیچ کتاب گرامری تو دنیا نباشید توی گوگل توی نمیدونم یوتیوب هیچ دنبالش نباشید این ساختار بالانس برای اولین بار تو توربو مطرح شد و تو گرامر با پانتومیم این نکته فقط اینجا گفته شده تمام بالانس یعنی چی تو مورد ما بحث کنیم یعنی بچه‌ها مثلا اگرم گوگل پیدا کنن یا تو جایی پیدا کنن مثلا با مثال توضیح داده بشه ریلیت نمیشن بهش ولی درکش ولی
آفرین. ولی این کیورد یعنی عبارت کلیدی بالانس قشنگ تو ذهن بچه‌ها جا میندازه که خب جملات هم با بالانس داشته باشه. این کاربرد یکی از کاربردهای خفن چیز بود، یکی از کاربردهای خفن بود تو همین جملات بالانسه. یعنی چی جمله بالانس؟ ما من تو گرامر پانچ ما میگیم که آقا اگه یه طرف جمله گذشته باشه این طرفش هم باید بیاد گذشته. مثال من مطمئنم فردا سرد میشه. اول فارسی درست کنم. من مطمئنم فردا سرد خواهد شد. I'm sure it will be cold. من میدونستم. میدونستم I knew. درسته؟ من میدونستم. خب گذشته است دیگه. من میدونستم فردا هوا سرده. I knew it will نه. I knew it would be cold. یعنی چی؟ یعنی که این ورش بده گذشته اینم بعد would بشه. از این would از کجا اومد؟ این would از کجا اومد؟ I knew it would be cold. بذار اصلا بیارمش حالت الان. I knew رو بیارم I know. I would میشه I will. خیلی هم ساده است. خب جملات بالانس، بالانس میگه اگه یه طرف جمله من گذشته باشه اون برشم هرچی باشه یه قدم میره قبلتر. خب من مطمئنم، من میدونم، من میدونم فردا میاد. من میدونم I know فردا خواهد آمد. He will come tomorrow. میدونستم I knew he would come tomorrow. پس یکی از کاربردهای چیز این بوده بالانس چه گذشته است. اوکی پس اینجا اگه ویل باشه قدم به رقبت میشه بود، اینم یه قدم میره. اوکی من فکر کنم کلاسمون ساعت 6 شروع میشه، یعنی کلاس ما فردا ساعت 6 شروع خواهد شد. I am sure the class will نکن I'm sure درسته فردا کلاس ما ساعت 6 شروع خواهد شد. درسته این خواهد رو چون تو فارسی نمیگیم، تو انگلیسی هم میس میشه متاسفانه، ارتباطی هم به انگلیسی نداره، فارسیش میس میشه. I'm sure the class will start at 6 برای مثال. میدونستم کلاس ساعت 6 شروع میشه. I was sure I knew the class would start at 6. اوکی yeah. بذارید کاربرد بیشترش بچه‌ها تو تورگوتا که گرامر با پانتون ببینن، بریم سراغ اون کاربرد آخر که من باز هنوزم دلم نمیاد بگم، اما بذارید کامنت رو باز کنیم از یه کمک از خود بچه‌ها بگیرم، چون می‌خوام در واقع خود بچه‌ها همکاری داشته باشن توی ماجرا. خیلی سخته، یعنی اول فارسیشو قشنگ باید درک کنن، اگر فارسیش درک بشه انگلیسیش بسیار راحته. مثلا شانس نمی‌بریم که آره. کامنت‌ها بیاد. البته واسه من که نمیاد، نمی‌دونم واسه شما میاد یا نه. آره من کامنت ها رو الان نمیبینم ولی خب نوشتن فلانی is following you مثلا اینجوری میاد. آره من همچنین چیزی میبینم. اگه بچه ها صدا و تصویر رو دارن یه عدد یه خوب فرستی که من بدونم که شما میتونید در واقع تایپ کنید که من چند تا سوال ازتون بپرسم بعد اون نکته خیلی خفنه رو بگم. آها اومد استاد. اومد میبینید؟ الان اومد. من راستش نه. یکو میفرستن استاد. Go ahead. خب من خب میخوام ببینم شما پس میخونین؟ پس شما بخون چون من نمیبینم. پس خب از بچه ها میخوام که این جمله رو اگر و باز هم میگم اگر و اگر توی فارسی بتونن درکش کنن و تفکیکش کنن و مفهومش رو متوجه بشن، انگلیسیش خیلی ساده است. خیلی انگلیسی ساده. مشکل از فارسی است. خب برای بچه ها برای من بنویسن. من بازی کردم. همین شما برام بخونید که بچه‌ها درست می‌نویسن. من بازی کردم اینو بنویسید، خیلی مهمه. میگم همکاری شما رو می‌طلبه اگه می‌خواد واقعا این یاد بگیریدش تو فارسی. انگلیسی من اصلا کاری ندارم، انگلیسی بسیار راحت. من فارسی به شما اول بگم بعد جا بندازم. مثلا آقا من بازی کردم، یک کا داره مثلا میاد، من هیچ نمی‌بینم داره. اگه بچه‌ها جواب دادن لطفا من بگید ببین من بازی کردم. نوشتم من بازی کردم. Easy. خیلی خوب کاری کردین. خیلی خوب. نوشتن I played. بگی؟ I played. خب من بازی کردم. اینو بگم بچه‌ها اینا رو به انگلیسی بنویسید که من این دوستمون اگه نمیشه بازی کردم بده که انگلیسی یاد بشه. آقا من بازی کردم تو گذشته. گذشته ساده است. اوکی پس گذشته ساده من بازی کردم. تموم شد. آقا من دیروز بازی کردم. پریروز بازی کردم. بازی کردم تموم شد. اوکی من بازی کردم. تمام. I played. بریم جمله بعدی هم من میگم بچه‌ها بنویسن و شما به من بگید چی دارن می‌نویسن. اوکی او یکی چه توربو تاکی نوشته استاد، یکی اکسپرس استوری توربو تاکتوری نوشته آی دید پلی. او من بازی کردم دیگه، تأکیدی نوشته. آفرین. بریم مثلا بعدی.
من ببین من داشتم بازی میکردم قشنگ به ساختاش دقت کنید، اینها به هم قاطی میشه، حتما لطفا همکاری کنید خب من بنویسید که من خوندم برایشم توضیح بدم. بچه های ما اینو هنوز خب نخوندم. نه خیلی ببین ساده، ببین داشتم بازی میکردم بچه‌ها میدونن دیگه، استمرار یعنی اتفاقات گذشته در حال انجام کار بوده، پس فکر میکنم این کیبورد باشه، یعنی داشتم بازی میکردم اون بچه یه گوش چیزی کن، توش داره آی ان جی، من در اینو حال بلدن، بازی کردم I بودم. am doing آره something رو یاد گرفتن، واژه‌ور هم بلدن ولی ترکیبشون یاد ندیم. میخوای توضیح بدین؟ حالا خیالم ببین راحت شد. من در حال انجام کاری بودم، یعنی داشتم یک کاری رو انجام میدادم. ببین من بازی کردم I played، اما داشتم بازی میکردم یعنی در حال بازی کردم بودم، کافی I was رو بیاریم به فعلمون ing بدیم. I was playing، داشتم میشستم. I was washing، داشتم مینوشتم. I was writing، داشتم میدویدم. I was running، داشتم صحبت میکردم. I was speaking، داشتم نصب میکردم. I was installing، داشتم دیلیت میکردم یعنی داشتم پاک میکردم. I was deleting، اوکی داشتم دانلود میکردم. I was downloading، این میشه استمراری در حال انجام کاری بودم. خب فکر کنم بچه ها نوشته باشن تا حالا. آره داشتم اوکی بازی ده. میکردم. I was playing that. اوکی I was playing. you're good to go. خب 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 پس نوشتن اگه بچه ها اون played in I was playing they're smart. بازی کردم they are، بازی کردم I played، داشتم بازی میکردم در حال بازی کردم بودم I was playing. خب حالا من ساختار بعدی رو بگم با توجه به بچه ها نخوندن، تکلیف چیه؟ کدومو میخوایم بگیم؟ خفنه که دلم نمیاد بگم بگیم، من بعدا توضیح کامل تر هم بگم. میدم اوکی و آخرش بگم جنبندی میکنم فوقش لایو باش چهارشنبه دوباره میایم مثال اینا رو میزنیم باش. از نایم. پس آقا من بازی کردم I من played، داشتم ببین داشتم بازی میکردم. میگم من وقت تفاوتش رو وقت توی فارسی درک کنم که بتونم انگلیسی به راحتی استفاده کنم، بفهمم که فارسی اینا چه تفاوتی با هم دارن. آقا بازی کردم I played، داشتم بازی میکردم I was playing. آقا بازی میکردم، این اتفاق توی گذشته تکرار داشته. یکی از یعنی در واقع ساختار مورد علاقه منه و به نظر من خوشگل ترین کاربرد ووده که من دیگه اولین بار توی پست یا توی استوری یا توی لایو دارم میگم. تو حالا نگفتم بارسش دلم نبود، نمیخواد نمیخواد کامنت بگم. رو نمیبینی نه استاد؟ نه نم نه نه نمیبینم چی میگم اصلا. کشتین ما رو بگین دیگه استاد. اگر بگین بچه ها بدونن من با چه بدبختی گفتم دیگه، من با چه بدبختی خودم اینو یاد گرفتم با چند ده منبع خوندن. ببین من وقتی بچه بودم فوتبال بازی میکردم، فرقش با بازی کردم چیه؟ بازی کردم تماشا رفتی، اما وقتی بچه بودم فوتبال بازی میکردم، این اتفاق تو گذشته ببین تکرار داشته، رگولر انجام میشده. اینجا از وود استفاده میکنیم و خوشگل ترین و خفن ترین به نظر من کاربرد بود همینه. وقتی من بچه بودم when I was a kid بازی میکردم I would play، که میتونم خیلی سریعتر بگم بشه I'd play، فرق نمیکنه. من وقتی بچه بودم صبحای زود از خواب بلند میشدم، صبح زود از خواب بلند شدم با از خواب بلند میشدم زمین تا آسمون متفاوته دیگه. من از خواب بلند میشدم یه اتفاقی گذشته همینجوری تکرار regularly اتفاق میفته. When I was a child I would wake up early in the morning، وقتی مثلا وقتی به بچه بودم یادم میاد که برای صبحونه عسل میخوردم. When I was a child I would eat honey for breakfast. اوکی وقتی من بچه بودم تابستونا میرفتم سر کار. ببین تابستونا که میرفتم سر کار یه اتفاق تو گذشته تکرار بوده دیگه. When I was a child I would go to work in summertime. اوکی okay. یا من وقتی بچه بودم یا اصلا وقتی نوجوان بودم، وقتی من نوجوان بودم آخر هفته ها به پدر مادرم زنگ میزدم. زنگ میزدم، ببین زنگ زدم I called، زنگ میزدم، این اتفاق تو گذشته تکرار داشته. خب When I was a teenager I would call my parents on weekends. من وقتی نوجوان بودم روزهای هفته میرفتم باشگاه. When I was a teenager I would go to the gym on weekdays. پس آقا چی شد؟ بازی کردم، داشتم بازی میکردم، بازی میکردم. این سه تا کاملا با هم فرق میکنن توی فارسی. حالا اگه بتونم فرقشون با used to چیه بگیم اینجا. اصلا من مطمئن بودم بچه ها، اصلا من مطمئن بودم بچه ها اینو میپرسن، اصلا شک میدونستم میپرسن. دوست کنید بچه ها قشنگ ها، استاد امشب گیر آوردیم، کامل استفاده کنید بچه ها. سوال داری قشنگ بپرسید. من تو دوره گرامر پانتومیم همش روی این مسئله تاکید کردم که آقا زبون انگلیسی زبون ساختار محوریه، به این معنی که هر ساختاری برای خودش یک وظیفه، تکرار میکنم یک وظیفه، یه مسئولیت داره. اصلا
این ساخت اصلا انگلیسی ها نشستن مثلا یه ساختار رو طراحی کردن برای یک باف، برای یک متن. خب منی که تو دوره گرامر با پانچوی میام میگم آقا یوز تو اینه و همش تاکیدم روی اینه، یوز تو میگه آقا یه اتفاقی تو گذشته بوده الان دیگه نیست. مثلا شاید یوز تو 1000 تا معنی بده، ولی یوز تو میاد میگه آقا فقط کار من اینه، وظیفه من اینه، مسئولیت من اینه که به طرف مقابل القا کنم یه اتفاق دیگه نمیفته. مثال من قبلنا، ببین اینو یادتون باشه، تو ذهنتون داشته باشین، من قبلنا I used to، من قبلنا تهران زندگی میکردم I used to live in Tehran. من وقتی میگم I used to live in Tehran، قبلنا الان دیگه نیست. کاره، ببین کار، عمل کرد، وظیفه، اصلا تسک used to اینه که اتفاق الان دیگه نمیفته و سلام. حالا قشنگ گوش کنید، وظیفه و مسئولیت would چیه؟ این would میگه آقا من کاری ندارم، اصلا بهش کاری ندارم، به من ربط نداره، به من چه هستم. ووده میگه کار من اینه که تو القا کنم این اتفاق تو گذشته تکرار داشته. خب نیا کنی I used to live in Tehran یعنی الان دیگه زندگی نمیکنم. معلومه قاطی میکنم، خیلی سخته، مثلا توقع نم بچه یه دفعه الان یاد بگیرن. نه سخت نیست، الان آسونش میکنیم، ولی یه کوچولو گیج شدن. میخواید از اول دوباره اینا آخر یاد آه. بگیم؟ آره معلومه که خب معلومه داره گیش کننده باز آی ان جی و وود رو یه بار دیگه فرقش. آره. دوباره من به بچه‌ها میگم این اصلا دو سه تا عبارت رو حفظش کنن. خب آقا یه سوال مثلا بچه‌ها بپرسم، آقا مگه از اون روز اول از اول و دوم راهنمای ما یاد نگرفتیم معنی سبد میشود؟ بگین. میدونم معلومه خب بچه‌ها کانفیوز شدن میگن گیج شدیم، طبیعیه. آقا به من بگید سبد، مگه ما از اون اول یاد نگرفتیم سبد میشود؟ بگین بچه‌ها سبد، بچه سبد بگین، آقا سبد بگین، من بهتون میگم چیکار کنین. سبد میاد کامنت استاد. خب خدا رو شکر خیلی هم نوشتم قابل فهم بود. یه کوچولو تکرارش قابل فهم ترم میشه. اصلا نگران نباشید. الان یه حرکت توربویی براتون بزنم، صبر کنید. آقا ما از اول راهنمایی یاد گرفتیم که آفرین. ما از اول یاد گرفتیم آقا برای خیلی از کلمات بلافاصله یک واژه تو انگلیسی در نظر بگیریم. آقا سبد، استاد شما بگین سبد. بسکت. پسر. بوی. دختر. گرل. صندلی. چیر. مدرسه. سکول. به قول بچه ها خب. سکول. خب مگه ما یاد نگرفتیم که برای هر عبارتی یک کلمه در نظر بگیریم تو انگلیسی؟ آقا همین الانم هم برای عبارت قبلنا این یوز رو در نظر بگیریم، بعدش فکر نکنید آقا کجا استفاده میشه و چی جوریه، اصلا ساز و کارش چی جوریه، اصلا برش کنیم. اوکی قبلنا بگیم used to. بگیم قبلنا آقا من یاد گرفتم سبد، بسکت و این همه لغت یاد گرفتم، حالا برای قبلنا هم یوز رو در نظر بگیرم، تمام بشن فکر نکنیم. اوکی من قبلا نه از یوز تو مطالب تا یه ماه لایو گفته شد بچه‌ها، من یوز رو گفتم، من قبلا آی یوز تو، تو قبلا یو یوز تو، اون دختره شی یوز تو، اون پسره هی یوز تو، ولش کن اصلا به بقیه‌اش کاری نداشته باشیم، کجا استفاده میشه چه جوری، ولش کن. من قبلا آی یوز تو، ما قبلا وی یوز تو. اوکی اون نکته مهمش اینجاست که بعد از این تو فعلمون ساده میاد. من قبلا بودم آی یوز تو بی، من قبلا یه معلم بودم، یعنی الان دیگه نیستم دیگه. من قبلا تدریس میکردم I used to teach. تمام. وقتی من به یک آمریکایی زبون میگم I used to teach، اون خود به خود اتوماتیک مادرزاد ژنتیکی متوجه میشه دیگه الان من تدریس نمیکنم. تمام. چون اصلا عمل کرده وظیفه یوتیوب اینه که به من بگه که آقا من دیگه کار انجام نمیدم. من قبلا اصفهان زندگی میکردم، یعنی الان دیگه زندگی نمیکنم. I used to live in اصفهان. تمام. خودش میگه من الان دیگه زندگی نمیکنم. بریم سراغ وود. اون ووده کارش، وظیفش، عملش خب اینه که آقا به من بگه اتفاق تو گذشته تکرار داشته، حالا الان اتفاق میفته یا نمیفته به من ربط به ووده رب میگه، ووده به من میگه، ووده میگه به من ربطی نداره، این ووده تکراره. استاد جان مثلا من به قول بچه‌ها میگه من وقتی مجرد بودم آخر هفته میرفتم کوه نوردی. خب بچه‌ها میگم یه وقتی مجرد بودم آخر هفته میرفتم کوه نوردی. اوکی میگه when I was single، میگه وقتی من چیز آخر هفته چیز وقتی مجرد آخر هفته میرفتم چیز، چون اتفاقات تو گذشته رگولر بوده، میگه when I was single I would go mount climbing on weekends. یه وقتی من مجرد بودم، خانمه میگه، میگه when I was single I would go shopping every day. الان شاید بچه‌ها بگن خب الان دیگه که نمیره، الان دیگه نمیره که،
ووده میگه به من ربطی نداره. ووده میگه آقا من وظیفه‌م اینه به شما بگم یه اتفاق تو گذشته تکرار داشته. خوشگلی زبان انگلیسی اینه که میگم هر ساختاری یه وظیفه داره تمام. پس یه بار مرور میکنم بچه‌ها چهار تا حالت که بیشتر نداشت. من بازی کردم I played، داشتم بازی میکردم در حال بازی کردن بودم I was playing، بازی میکردم I would play، قبلا بازی میکردم I used to play. خیلی سخته گیت شدم طبیعیه، اصلا فکر نکنید چیز عجیب غریبیه. شما چهار تا ساختار سخت رو توی فارسی دارین الان تحلیل میکنین، چیزی که اصلا شاید تا روش فکر نکردین، این اتفاقا تو انگلیسی دارین رقم میزنه. خب سخت اصلا قرار نیست به این سادگی ها یاد بگیرین که استفاده کنین، یه ذره تایم میبره. اول اصلا آگاهی پیدا کنیم از وجودش که اصلا همچین چیزی وجود داره، بعد بریم سراغ مرحله بعدی استفاده و انجام مسائل. و تمام این نکات تو جای خودش کاربردی توی توربوتاک همون دوره به قول بچه‌ها ماهی یک دلار تدریس شده و تمام. برنگ کامنت های بچه ها رو ببین عالی هست. خیلی تشکر میکنن و اینکه مثال هایی که گفتین رو زدن. من کامل حواسم به کامنت ها بود که اگر سوالی بود بپرسیم ازتون. بچه ها ما لایو رو سیف میکنیم که شما بتونید چند بار ببینید، یه ذره حالا تند شد چون که مطالب زیاده و تایممون کمه و دوست داشتیم که حالا امشب استاد تشریف دارن این مطالب خیلی مهمه که توی توربوتاک و حالا گرامرم که گفتن متوجه شید. من کم کم سعی میکنم توی لایو های آتی هی اینا رو من یه اعترافی بکنم. I have a confession to make. یه اعترافی کنم. یلاست. من خیلی وقت دکتر I received your text ولی اولشو فقط دیدم یه تکستی دادید. اوکی okay. نخوندم چیه. Sorry go ahead. اوکی میگم من یه اعترافی بکنم، خیلی وقت بود تو لایو نبودم، دلم تنگ شده بود الان راستش دوباره دوست داشتم لایو. خب نمیخوام قوله نمیخوام واقعا نه واقعا نمیخوام قولی بدم که بعدن نتونم بهش پایبند بشم، ولی سعی میکنم بیشتر تو لایو باشیم و این بار یعنی از لایوهای بعدی سعی کنیم فانکشنال تر کاربردی تر با هم لایو برگزار کنیم، انگلیسی صحبت کنیم. من بچه‌ای که میگم بچه‌ای که تو این 20 سال با من کار کردن، بچه‌ای که تو این 20 سال سعی کردن مثلا انگلیسیشون حداقل تو کلاس ما تقویت کردن، میدونن که انگلیسی رو توی مدت بسیار کوتاه میشه تقویت کرد و تمام اتفاقات تو بحث ایده پردازی، یعنی اشکالاتی که بچه‌ها دارن تو بحث ایده پردازیه. مثلا میکنم تو لایوی که خواهیم داشت به بچه‌ها بگم که چطوری از هیچی مطلب در بیارن، چطوری از هیچی ایده پردازی کنن. بچه‌ای که واقعا انگلیسیشون خوبه، دنبال لغتشون خوبه، ساختار بلدن، لغت بلدن، همه چی بلدن، اما نمیتونن صحبت کنن، مگه میشه همچین چیزی؟ اون پس ایرادش از انگلیسی نیست، از فارسی است که مثلا میگم تو لایو بعدی بچه‌ها بگم که چطوری میتونن با کمترین بضاعت با فقط 100 تا لغت، اونایی که توربوتاک یک رو دیدن میدونن، بازم تکرار میکنم، اونایی که توربوتاک یک رو دیدن میدونن با 100-150 تا لغت میشه یه عالمه انگلیسی صحبت کرد. ما سعی میکنیم تو لایو اینا رو با بچه‌ها شیر کنیم. حالا هر کی دوست نداشت اون یک دلار رو هزینه کنه یا تو لایو ما سعی میکنم اونا رو باهاش شیر کنم. عالی، thank you so much. بچه‌ها سوالی ندارین؟ از استاد اگه سوالی دارید بپرسید که ما 49 دقیقه شد لایو که دیگه خدافظی کنیم. استاد نوشتن که من پس برم فارسی رو امشب مرور کنم یاد بگیرم. شاید بچه‌ها فکر کنن شوخیه ولی واقعا همینطوریه. من یکی دو سال بود شروع کردم به زبان خوندن. من اون موقع سال 82 کشف کردم اگه فارسی رو تقویت کنم انگلیسیم درست میشه و دقیقاً همین اتفاق افتاد. من فارسی رو تقویت کردم، انگلیسیم خود به خود درست شد. اما بگم اما بی تیکن اف. I'll see you later guys, catch you later. Bye-bye. من یه رفع زحمت کنم، مرسی، قربونت برم، میبینم اتون بعدن، catch you later. Take care. مرسی، خب. You have to leave. چجوری؟ چرا نمیرن استاد؟ تصویرشون فکر کنم فریز شده داره. نمیدونم. I don't know. Anyways بچه ها حالا صدای منو که دارید ما سعی میکنیم مطلب رو دوباره براتون دوره بکنیم.
و از این لایو اگر یه دونه از کاربردهای بوت هم که تو گذشته استمرار داره یاد بگیرید کافیه، انقدر این از همشون مهمتره. و اینکه that's it and ازتون میخوام که تا چهارشنبه قشنگ دوره کنید. اینا رو خیلی زیاد شدن، اصلا نمیدونم بهتون فرجه بدم بخونید یا چهارشنبه بریم لایو بعدی رو، نمیدونم. حالا راجبش تصمیم میگیرم، استوری میکنم، استوری ها رو فالو کنید. ولی خب خیلی خوب میشه اگه بتونید یاد بگیرید، یعنی مثلا 10 قدم میفتیم جلو. این از این. نکته شماره 2 اینه که بچه ها میپرسن اون 1 دلار داستانش چیه. بچه ها ترم اول توربو تاکی که همه این مطالبی که ما بهتون گفتیم میشیم اون تو گفته شده، 1 دلار هم نمیشه. دلار الان 30 خورده، فکر کنم 25,000 تومنه که توی استوری هایی که الان هستش لینکش رو گذاشتم، توی هایلایت توربو تاک هم هستش، میتونید حتی ویدیو اولش هم رایگانه. ترم اولش 25,000 تومان. شما با دو سال گفتن که اونو تهیه کنید، میفهمید که با یک ترم 25 تا ویدیو 10 دقیقه‌ای و کمتر از 1 دلار 25,000 تومان میتونید کلی انگلیسی صحبت کنید و بهتون تکنیک ها رو یاد میده. حالا دیگه مثلا ترم 2 3 16 ترمه بخواد یاد بگیرید که دیگه هیچی. و کل پکیج 0 تا 100 هم 480,000 تومانه، کل 0 تا 100 با توربو، 0 تا 100 یعنی 0 hello how are you are you we تا فوق پیشرفته با توربو 480,000 تومان. کلا کسی به ما دایرکت میده میگه چیکار کنم، زبان میگیم توربو تاک، زبان توربو تاک، سن پایین سن بالا، هدف مکالمه توربو تاک. اوکی استاد اونو میگفتن که شما هم میتونید حالا تهیه کنید و ببینید که چقدر تغییر میکنید. و اینکه پیش نیاز حتی آیلتس هم هست و پیش نیاز هر دوره، اصلا توربو تاک رو باید بخونید، یعنی این 10 دقیقه هم وقتتون رو میگیره روزانه. و ترم یکش هم 25,000 تومانه. اگر که حالا نتونستید پیدا کنید، کلمه توربو تاک رو به پیج پشتیبانیمون englishturbo.help میتونید پیام بفرستید که بهتون جواب بدیم. ولی هایلایت توربو تاکمون هست، حتما ترم یکش رو تهیه کنید که دیگه تا آخرش برید. میبینمتون، مراقب خودتون خیلی باشید. و اینکه خواهش میکنم بریم همین الان کامنت بازی کنیم با هم، پست آخر کریسمس رو گذاشتیم، از بگید که از سمت لایو اومدیم و کامنت بانمک دلی واسمون بذارید، من میام که با هم صحبت کنیم توی کامنت ها به پیج خودم، جایزه میدم کامنت های خوب رو. بریم که خیلی دوست دارم بچه‌ها که پست و کامنت ببینید و نظر واقعیتون راجع به پست بهم بگید، چون میخوام ایده بگیرم واسه پست های بعدی، ببینم چه چیزایی دوست دارید یا نه. خیلی دوستتون دارم، واقعا خیلی دوستتون داریم هممون. نمیتونید تصور کنید چقدر شلوغیم، ولی با عشق این لایو رو سعی میکنیم که بیایم و تا میتونیم مطلب بهتون اضافه کنیم. مرسی که هستید. توربو با وجود شما توربوه. بریم که پست رو ببینیم، پست کریسمس، آخرین پست انگلیش توربو. کامنت بازی حتما بگید توی لایو اومدید که من بتونم جایزه رو بهتون بدم. تیک کر، بودو بریم، بودو بودو بودو.